درود به شما هموطنان عزیزم. از من خواسته شد که در مورد اولین تجربه‌ام در مورد خشونت بر علیه زنان صحبت کنم. شاید صحبت من یه خورده متفاوت باشه. من شخصا خودم به هیچ عنوان به صورت شخصی تجربه‌ای ندارم در مورد خشونت به زن. زمانی که من در ایران بودم، دورانی بود که من تو خانواده بزرگ شدم، از مادر مادر بزرگم، مادر بزرگم و بعد مادرم، به جز این که بانوان و زن رو یک شخصیت بسیار محترم و قدرتمند در خانواده دیده بودم، چیز دیگه ای ندیده بودم. مادر خود من جزء پیشکسوتان بود برای فعالیت برای برداشتن حجاب و بعد هم جزء پیشکسوتان 17 دی و گرفتن حق رأی برای زنان بود. یادم بچه بودم جلوی مجلس سنا وایساده بودم وقتی که رژه بانوان میرفت و مادر من خود در اون صف جلو راه میرفت و من خیلی افتخار میکردم. در اون زمان خب من مسلماً میشنیدم توی خانواده به صورت انتقاد که فلانی مثلا دست بزن داره زنشو میزنه، یا اینی که فلانی میخواد طلاق بگیره شوهرش طلاقش نمیده، یا اینی که این مسائل رو من میشنیدم درسته، یا اینی که بچه رو پدر به مادرش نمیده. ولی بعد همون جا همون زمان که کود بالاخره یه تینیج کود سنی نداشتم، باز هم تو خانواده شنیدم که خب قانون حمایت خانواده اومده و دیگه بانوان اونجور در فشار قدرت تصمیم گیری همسرانشون نیستن و یه قانون حمایت خانواده هست که امتیازات رو به زن هم داده و این خب خیلی خبر خوب بود. ولی خود من شخصا اولین ضربه ای رو که در مورد خشونت بر علیه زنان حس کردم، نه خودم ولی حس کردم، زمانی بود که من خارج تحصیل می کردم و آشوب 57 پیش اومد و اون زمان اولین چیزی که شنیدم برام خیلی واقعا شوک بود، این بود که حجاب رو که اجباری کرده بودن در ایران، شنیدم که هر کسی رو میرن تو خیابون و میبینن اگر این حجابش پایین نیست بالا رفته با پونز اون حجاب رو میچسبونن با پونز به پیشونی زن. و یا اینی که اون زمان شنیده بودم که خواهران زینب اگر زنی و دختر جوان پیر فرقی نمی کنه، زنان ایران اگر ذره لبشون رنگی داشت به عنوان خواهران زینب دستمال دستشون بود و می گرفتن که اون رنگ و ماتیک رو از لب زنان جدا پاک کنن که در اون دستمال تیغ بود و لبان زنان خونی می شد. این دوتا واقعا به نظر من خودم تو تجربه شخصیم بدترین چیزی بود که بعد از اون دوره‌ای که خودم بزرگ شدم، تربیت شدم، قوانین جدید حکومت سابق رو می دیدم و مادرم میگم خانواده دور و بریامو دیده بودم، واقعا برای من اون اولین ضربه‌ای بوده که تا الان هنوز خاطرم هست و خیلی برام رو اثر کرد که اصلا ممکنه واقعا یه زنی بتونن یه همچین کاری باهاش بکنن و با پونز از روسری رو یا حجابش رو بچسبونن به سرش، یا اینی که با یک دستمالی که توش تیغه لبه یک زن رو بیان و خونی کنن برای اینی که ماتیک رو صورتش رو بردارن. متاسفانه من اون زمان این رو خشونت میدیدم، خشونتی که واقعا غیر قابل تصور بود برام. ولی هر روز که گذشته، هر سال که گذشته، من الان میبینم که دیگه به جایی رسیده که نمیخوام سرتون درد بیارم، نمیخوام کلی صحبت کنم، ولی باید بگم خشونت از پونزه روی پیشونی شروع شد، تیغ به لب شروع شد و بعد رسید به اسید پاشی، قتل‌های ناموسی، خشونت‌های بسیار زیاد بر علیه زنان، دختر بچه‌هایی که فساد و فقر
ایجاد کرده در ایران واقعا این مسائل همه هر روز. ولی بزرگترین شوکی که بعد از این مسائل پونز و لب من برام شوک بود، این مسئله جدید و اخیر رژیم جمهوری اسلامی است که حتی به محرمانه ترین خصوصی ترین مورد و حق یک زن تجاوز کرده، یعنی حتی در اتاق خواب یک زن وارد شده، حتی انتخاب یک زن رو برای داشتن فرزند ازش گرفته، حتی در محرمانه ترین و خصوصی ترین رابطه یک زن با همسرش دخالت کرده. و این برای من واقعا این اخیراً این دیگه بزرگترین تجربه ای که من میتونم بگم خشونت بر علیه زن رو دیگه به حد اعلی رسوندن. چون خشونت فقط جسمی میتونه نباشه، روحی باشه، تضعیف شخصیت باشه، تضعیف موجودیت یک زن به عنوان یک انسان باشه، و حتی اون رو هم از زن گرفتن. من نتیجه‌ای که میگیرم اینه که برای هر زنی واقعا دو مسئله مهمه برای اینه که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن در زندگی رو به رو بشه و زندگی کنه. من هیچ وقت خودم زن رو با مرد مقایسه نکردم. این کاراکتر منه، یا توی خانواده‌ای که تربیت شدم اونجوری تربیت شدم، زن زنه و مقام خودشو داره، مرد مقام خودشو داره، از نظر ژنتیکلی با هم به کل متفاوتن. و من هرگز نگفتم من باید مثل مرد باشم. من فکر میکنم زن و مقام زن بسیار ارزش بسیار محترمه، قدرت زن بسیار در یک مسائلی بیشتر از مرده، فقط قدرت در قدرت جسمی نیست، ولی از نظر ژنتیکلی کاملا متفاوتیم. بنابراین همیشه شاید برای یه عجیب بوده، ولی من اصلا موافق این نیستم که من بخوام مرد و زن رو با هم مقایسه کنم. زن مادره، فرمان روای خونه است، تمام تربیت فرزند، تمام کنترل منزل، تا اون زمان که حتی به عنوان رسوم قدیم نگاه کنیم کنترل و قدرت دست خانم خونه بوده و مرد قدرت دیگه‌ای. بنابراین تقسیم میشه مساوات در دو مورد متفاوت. الان هم من فکر میکنم که یک حکومت قانونمند، یک حکومتی که ارزش زن رو واقعا تشخیص بده و تربیت خانوادگی دو اصل مهمه که بتونه جلوگیری کنه از هر گونه خشونت، چه جسمی و چه روحی بر زنان ایران. بانوان ایران بسیار قدرتمندن، بسیار قویان. من باور دارم که وقتی میگفتن پشت سر هر مرد موفقی یک زن قدرتمنده، این رو تجربه کردم و امروز هم داریم در ایران میبینیم زنان ایران چه قبل از شورش و چه بعد از شورش، چه آنهایی که فراری بودن و تبعیدی اجباری در خارج و بار تمام زندگی به دوش زنان ایران افتاد به خاطر اینکه همسران در شک و ناباوری بودن، و من دیدم قدرت زن رو در بین این بانوان، و چه الان در این سالها واقعا زنان ایران باعث افتخارن. من به عنوان یک زن ایرانی افتخار میکنم که یک زن ایرانی هستم و افتخار میکنم به بانوان ایران، و مطمئنم که در آینده هم زنان هستن که کشور ایران را آزاد خواهند کرد. زنان ایران آینده ایران رو خواهند ساخت، ماننده مادری که فرزندش رو تربیت میکنه، فرزند رو پرورش میده و به جامعه تحویل میده. مطمئنم که مادران ایران فرزندان آینده ایران رو تحویل جامعه به بهترین شکلی خواهند داد. با امید پیروزی ملت ایران و آزادی زن ایرانی از هر نظر، از نظر شخصیت، احترام، جسم، روح و روان.